دشتو که رواله دل گشتو جوانو کنی زیتر باری دیده. میخوایم آقای بهاران بگوین که از کدام ولسوالی هستین و چند مدت میشه که شما رو به موسیقی آوردین؟ من در سال باز قیمتشون هم از قدر قیمت های بالا آورده نمیشه، چون مردم اقتصادش ضعیف هست در اینجا. 3000، 2000، حتی 1700 و همی هنر موسیقی هزارگی در دایکندی رشد کنه و مردم زیادتر آشنا شود. همه بینندگان عزیز در هر جای که هستید جوری صحتمند باشید. به چینل یوتیوب خواری میدیا خوش آمدید. دوستای عزیز، امروز در کنار یکی از هنرمندان محبوب آقای عصمت الله بهاران قرار داریم. از ایشان میپرسیم که چگونه رو به موسیقی آورد و چی باعث شد که یک هنرمند شد. آقای بهاران خوش آمدید. تشکر، زنده باشی. اول سلام خدمت شما و همچنان برنامه شما، رسانه های اجتماعی شما. من اسم الله است، بهاران تخلص میکنم. دیگه در حساب هنر، من در اصل همه مدت که من در پانتون را آوردیم هموزی دوره شروع شده، من کدام مثلا رشته موسیقی انتخاب نکرده بودیم، یعنی این بعد طور اکادمیک نخوندیم. اون تا دمی دور پانتون که مثلا در پانتون رو یافتیم، دیگه در پهلوی از موسیقی رو پیش بردیم. آقای بهاران بگوین که وقتی که شما در محفل ها موسیقی را اجرا میکنید، علاقمندی مردم چگونه است؟ فعلا دمی دایکندی که است، ولی در کل همی هنر موسیقی زیاد رنگ نداره، چون مردم یا مثلا هنر موسیقی رشد نکرده، یا مثلا یکان مشکلات هایی که به بخشی مردم که از قدیم یک خاطری بد و نمفهم یک دیدی منفی داشتن، یا همی سواه است، چون مردم قدر زیاد علاقه مند نیسته. ولی ما تا حد دیره مثلا کوشش خورا میکنیم و کردیم که همی هنر موسیقی هزارگی در دایکندی رشد کنه و مردم زیادتر آشنا شوه و جوانان بعضی هایشان دزی روی بیاره و همین قسم ادامه پیدا کنه. فعلا اونقدر زیاد مردم علاقمندی زیاد نداره، چون ما در محفل هم که موریم در کل مردم دایکندی اونطور 100% گفته نمیشه، ولی مجمعا شاید دیدی منفی داره تقریبا در باره موسیقی. میخوایم آقای بهاران بگوین که از کدام ولسوالی هستین و چند مدت میشه که شما رو به موسیقی آوردین؟ من در سال 95 که بود در مزار کامیاب شدیم در رشته کیمیا. باز دمو دوره همونجا یک دنبوره گرفتیم، باز ادامه دادیم تا فعلا شد یک 6 سال اینا شوه. دیگه مول سوالی هم مربوط شهرستان است، قریه کوچیکش هم غصور است. چی باعث شد که شما رو به موسیقی بیارین؟ حالا علاقمندی داشتیم، از قبلنا داشتیم، که شرایط برای ما مهیا نبودن، باز نمیتونستیم ما در منطقه مثلا دنبوره ببریم یا بخریم، مثلا توانایی خریدن هم نداشتیم، چون قیمت است دنبوره. یک دنبوره معمولی رو که بخریم شاید یک 5000-6000 قیمت داره. باز ما در دوری پانتون یک دنبوره گیرم آمد، البته قیمتش بعضیش کمیش داشتیم کمیش هم نداشتیم. باز دنبوره که گیرم آمد، باز همون قسم ادامه دادیم تا اینکه مثلا تا یاد بگیریم یا مثلا یک جای برسیم. و فعلا هم تقریبا 2 سال میشه که در اینجا یک دفتر موسیقی آغاز کردیم،
دیگر شاگرد تربیه میکنیم دیگر دمی بخشی آوازی هزارگی. شما گفتین که دفتر هم باز کردین، چطور از علاقمندی مردم دایکندی به موسیقی؟ علاقمندی البته زیاد هم که نیست، ولی مردم ها یک چند فیصدی علاقه دارن میاین دیگه. شاگرد و خدر هم زیاد نمیشه، چون زیادی از شاگرد هایی که مثلا علاقه مند هسته، حتی همون فیسی که مثلا در اینجا تحویل داده میشه همون هم نداره، بخاطر همون حساب بسیاری از نفر ها آمده هم نمیتونه. دیگه شاگرد در کل ما از در برج مثلا 9 نفر یا 10 نفر بیشتر نداشتیم تا فعلا. بگوین که آیا دختر خانم ها هم اینجا مراجعه میکنه برای یاد گرفتن؟ مراجعه میکنه، مثلا زیادتر علاقه مندی آواز هستن اونا که باید آواز بخونه، مثلا صدای خود بکشه برای مردم، اونا را هم داره مراجعه نسته در بخش دختر خانم ها. ادارات مسئول با شما چقدر همکار بوده در بخش موسیقی؟ اولا در بخش همکاری دیگه ما همه تقریبا 2 سال میشه در اینجا آمدیم دیگه، در حساب همکاری ما نه کس دیدیم و نه با کس گپ زدیم و اینی میخسیم که آمدیم دیگه پیسی دفتر خود از جیب خود باید بیدیم دیگه، حتی اگر نشه باید دیگه جای کار کنیم بیاریم اینجا مصرف کنیم، تا اینکه مثلا همه هنر و آواز هزارگی مثلا در دایکندی رشد کنه. نسبت در ولایت های بامیان و غزنی گپا بسیار ضعیف هستن امی بخش هنر و آواز هزارگی. شما گفتین که ولایت دایکندی نسبت به غزنی و بامیان ضعیف است، دلیلش را چی میبینه شما؟ دلیلش محدودیت، مثلا کسایی که در این رشته علاقه داره واقعا استعداد هم داره اونا در اصل از بین موره، چون از فامیل خانواده اینا اجازه نداره. مثلا بسیاری از دختر خانوما و بچه‌هایی که مثلا علاقه داره مثلا در خانه نه حتی نام یا یک آلی موسیقی گرفته میتونه برده این شده که بان. شما اینجا فروش آلات موسیقی هم دارین، بگوین که شما اینجا چی چیز مفروشین؟ ما در اصل تر یک فروشگاه زیاد نداریم، چون بسیار دنباره بسیار گران است، یک بسیار هزینه کلان کار داره. ما یک تعداد دنباره میاریم به خاطری که بعضی از شاگردها زیاد علاقه مند است، دنباره دسترسی نداره، برای اونا مفروشیم. باز قیمتشان هم است قدر قیمت های بالا آورده نمیشه، چون مردم اقتصادش ضعیف است در اینجا. 3000، 2000، حتی 1000 و 700 و تا 6000-7000 اینا رو میاریم. بیننده های عزیز، میخواییم در این قسمت برنامه یک خواندن از آقای بهاران داشته باشیم. یک آهنگ از داود سرخوش است، استاد محترم، بسیار بزرگوار هستن اونا، در این عرصه بسیار خدمت کردن. آهنگش در نامی که در خانه عطر گندمزار آماده.
که حمایت خانواده چطور است؟ آیا خانواده شما حمایت میکنه در این راستا یا خیر؟ اولا حمایت که مثلا همی که ما را منع نکردن برای از ما یک حمایت بودن، مثلا اعتراض نکردن که تو چرا مثلا در عرصه کار میکنی. بازمی بسیار بزرگ حمایت است برای یک نفری که مثلا بخواید یک رای بره یا مثلا یک بخشی از یک برنامه کار کنه، میگه که مثلا دخالت نکنه، خودش یک تشویق است برای ما. دوستای عزیز، در این قسمت برنامه یک خواندن از بهاران می داشته باشیم که زیاد برنامه خسته کننده نباشند. تشکر، قربان شما. دشتو گیرو و علیو دا لگشتو
نقد هنر نسبت به چند دهه گذشته در ولایت افغانستان بخصوص دایکندی چقدر پیشرفت کرده؟ در وقتا کس یک آله موسیقی را اصلا در کس نشان داده نمیتونستن. یک کار میکردن مثلا یک جای خلوت پیدا میکردن که هیچ کس در اونجا نبودن. اما قسم باز کم کم فعلا مردم ها زیادتر رو آوردن و پیشرفت موسیقی هم زیاد شدن و جوان هم تقریبا زیادتر در یه عرصه رو آوردن که در یه بخش کار میکنن. باز در کل اگر فکر کنیم نسبت در سالهای گذشته خیلی پیشرفتی موسیقی زیاد شده در افغانستان. در دایکندی چیگونه است؟ آیا چقدر امنیت برقرار است تا شما در محفل ها آزادانه و به خاطر آرام به محفل بریم اینجا اجرا داشته باشین؟ چیگونه است امنیت؟ در دایکندی البته بعضی از ولسوالی ها که ناامن است که اونجا نمیشه رفته. واقعیتش در خود ولایت که هستیم و از امنیت چون امنیت هستش ما کدوم نگرانی وجود نداره برای ما که ما برم شاید ناهم باشه کدوم محفلی گپا. از این حسابش خاطر ما تو فعلا جمع است دیگه. از لحاظ امنیتی که مثلا چرخم شو نشو وشی که در آینده باز چی میشه دیگه خدا بدانه دیگه ما نمیفت. بگویم که دفتر آموزشگاه شما اینجا در کدام بخش ها آموزش میده برای دانش آموزا و این شما؟ دو بخش داریم، یکی بخش نوازندگی دنبوره است، دیگه یک بخش آواز است که با هارمونیا کار میشه. دم بخش فعلا تدریس میکنیم. بگوین چقدر شاگرد دارین شما روزانه اینجا؟ شاگرد فعلا در روز 10 نفر 11 نفر همینا رو داریم. در آخر پیام شما رو میشنیم آقای بهارم. تشکر قربان شما. باز پیام برای مردم می است که در کل با موسیقی یک دیدی مثبت داشته باشیم کلی ما و شما و دیدی منفی را کنار بگذاریم. دیگه آرزوی صحت و سلامتی برای کلی ما و شما و بینند کسایی که ما را از این طریق می بینند دارم انشالله. خداوند یار و نگهدار همه ما. تشکر خودم. بیننده های عزیز رسیدیم به پایان برنامه و ناگفته نماند که چینل خاوری میدیا را لایک و سابسکرایب نمایید. تا برنامه دیگر بدرود.